سه تا مورد رو دوستان حتما رعایت کنید در بحث خرید جزئیاتون. یکی بحث آزمایش MG، دوم MS و سوم آزمایش SP. سلام، امروز میخوام در رابطه با استفاده از آنتیبیوتیک در جوجه ها یک روز نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. دوستان عزیز، در ویدیوهای قبلی ما کاملا بحث خرید جوجه ها رو توضیح دادیم و تشریح کردیم که جوجه ها باید از فارم های خریداری بشن که اون فارم ها از نظر بهداشتی سلامت لازم رو داشته باشن. به همین خاطر وقتی این هزینه رو شما در فارم خودتون و گله خودتون میکنید، قطعا باید از این هزینه‌تون نتیجه بگیرید و بتونید آخر سر یک سودی رو از این جوجه های خودتون و خرید خودتون داشته باشید. قطعا ما در دادن آنتیبیوتیک برای جوجه های یک روزه بسیار حساس هستیم و این نباید اتفاق بیفته، اما شرایطی پیش میاد که ما مجبور هستیم به جوجه های یک روزه هم آنتیبیوتیک بدیم تا اینها رو از یک ورطه بیماری نجات بدیم. مورد اولمون در استفاده از آنتیبیوتیک بحث عفونت های کیسه زرده هست. عفونت کیسه زرده در جوجه های یک روزه، اگر فارممون، فارم مرغ مادرمون در واقع آلوده باشه، بسیار زیاد میشه و گله دچار بیماری عفونت کیسه زرده میشه و وقتی لاشه های اینها رو باز میکنیم از نظر عفونت و باکتری اینها در واقع عفونت بیشتری دارن. مورد بعدی مشکلات تنفسی در جوجه های یک روزه هست. جوجه های یک روزه اگر دیدیم که مشکلات تنفسی بیشتری دارن، خسخس دارن، به هر حال غذا نمیخورن و لب به خوراک و آب نمیزنن، این مورد دوم هست، حتما باید حساس باشیم و در این مورد هم میتونیم از آنتی بیوتیک استفاده کنیم. البته به احتمال زیاد اینم بگم خدمتتون، ممکنه آنتی بیوتیک در این موارد هم زیاد کارساز نباشه، ولی به هر حال ما مجبور هستیم که در واقع گله خودمون رو نجات بدیم. مورد بعدی در استفاده از آنتی بیوتیک بحث تلفات غیر متعارف هست. امروز ما میبینیم مثلا 50 تا جوجه ما از بین رفته. این 50 تا جوجه برای ما بسیار زیاد هست. مورد بعدی در رابطه با استفاده از آنتی بیوتیک بحث بیشتر شدن تلفات هست. یک جایی هست که تلفات غیر متعارف هست، زیاد هست، یک جایی که افزایشی هست. یعنی اینکه ضمن اینکه تلفات هست، هر روز هم بر این تلفات افزوده میشه و ما مجبور هستیم که از آنتی بیوتیک استفاده کنیم. در کنار آنتی بیوتیک ما میتونیم از در واقع پروبیوتیک ها هم استفاده کنیم که هم میتونه کار آنتی بیوتیک رو برای ما انجام بده، هم میتونه دستگاه و گوارش در واقع طیور رو و جوجه ها رو برای ما تنظیم کنه و میکروب های با بار مثبت رو، یعنی میکروب هایی که کارشون کار درستی هست در روده ها، بتونیم اینها رو تقویت کنیم که بتونن اینها سرپا بیستن و غذا بخورن و تلفات ما رو پایین بیارن. سه تا مورد رو دوستان حتما رعایت کنید در بحث خرید جزئیاتون. یکی بحث آزمایش MG، دوم MS و سوم آزمایش SP، که MG آزمایش ما مربوط به مایکوپلاسما گالیسپتیکوم هست. اگر این در جوجه ها اتفاق بیفته، شما حتما دچار CRD و مشکلات تنفسی و در واقع مایکوپلاسما خواهید شد. مورد بعدی بحث مایکوپلاسما سینوویه هست. اگر این اتفاق بیفته، جوجه ها معمولا دچار لنگش میشن، دچار در واقع افت و خیز در راه رفتن میشن و مفصل خرگوشی اینها بیشتر باد میکنه و حالت در واقع تورم به وجود میاد و نفوذ باکتری در مفاصل اینها رو ما به خوبی میتونیم ببینیم. نکته بعدی همون بحث آزمایش SP هست یا سالمونلا پلورم هست، که یا به اصطلاح خودمون اسهال سفید در جوجه ها هست. اینو باید حتما مد نظر قرار بدیم. اگر ما سالمونلا پلورم رو در فارم خودمون داشته باشیم، دیگه باید فاتحه اون گله رو ما خونده باشیم. حتما با دامپزشکای متبحر هم شما در ارتباط باشید. در چنین شرایطی نظر شخصی بنده این هست که باید در واقع گلمون از طریق مکاتبات و از طریق دامپزشکی حذف بشه، چون تلفاتمون خیلی بالاتر میره و خیلی بیشتر میشه در این زمینه. ما باید این سه تا آزمایش رو حتما
در واقع منفی داشته باشیم این رو وقتی جوجه ها رو خریداری میکنیم. مایکوپلاسما MG, MS و SP ما حتما باید در واقع منفی باشن که ما بتونیم جوجه سالمتری رو داشته باشیم. پس این چند مورد اگر در گله های خودتون مشاهده کردید حتما مشکوک باشید به گله مرغ مادر و موقع خریدتون یه پیشنهادی دارم، حتما یک سری به گله مرغ مادر بزنید، از نزدیک گله رو ببینید، سن گله رو در نظر بگیرید، بهداشتی که در اونجا برای گله در نظر گرفتن، گله مرغ مادر در نظر گرفتن، حتما این رو برید از نزدیک ببینید. بحث بیوسکیوریتی هست، بحث حفاظت زیستی هست، اینها رو دقیق باشید، چون شما هزینه میکنید، برای هزینه‌تون حتما باید پیگیر مسائلتون باشید، صرفا به برگ آزمایش بسنده نکنید و اینها رو از نزدیک شما بررسی بکنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر نظری داشتید برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به صورت مشروع براتون اینها رو توضیح بدیم. البته در ویدیوهای بعدی به طور مشروع ما اینها رو خدمت همه عزیزان توضیح خواهیم داد. خیلی ممنون. خدا نگهدار.